فصل سوم، لموریای جدید. با سلام خدمت دوستان، من آداما هستم. این باور رایج در میان جمعیت سطح زمین وجود دارد که لموریا بیش از 12,000 سال پیش زیر امواج اقیانوس آرام نابود شد و دیگر وجود ندارد. از دیدگاه بعد سوم این کاملا درست است. فاجعه‌ای که بیشتر قاره ما را به همراه تقریباً 300 میلیون نفر از مردم ما ویران کرد، ویرانی دردناکی را برای سطح فیزیکی و سیاره و ساکنان آن ایجاد کرد. شوک فوق‌العاده‌ای برای مادر زمین ایجاد کرد. تقریباً یک شبه در مرحله پایانی خود لموریای عزیز ما که مهد تمدن این سیاره به شمار می رفت، ناپدید شد. بقیه جهان کاملاً مات و مبهوت بودند و در غم از دست دادن سرزمینی بزرگ عزادار بودند. درد از دست دادن وطن به قدری بود که حتی امروز هم بیشتر شما درد و رنج را در اعماق حافظه سلولی خود دارید. روحایی که در آن زمان از بین رفتند، بیشترین آسیب را دیدند. بسیاری از شما که از ویرانی قاره ما رنج بردید، کاملا خود را به روی خاطرات تبار با شکوه لموریایی خود بسته اید، زیرا برای شما پایان بسیار غم‌انگیزی بود. درد و اندوه شما در اعماق ناخودآگاه شما دفن شده است و منتظر زمانی است که دوباره ظاهر شود و بهبود یابد. هدف از این اطلاعات این است که به شما که این کلمات را می‌خوانید کمک کند تا آگاهانه آن سوابق را در خود و روی کره زمین بهبود بخشید. در این راستا برادران و خواهران عزیزم با عشق و علاقه فراوان به شما کمک می‌کنیم. لموریا هنوز در فرکانس بعد پنجم تا به امروز وجود دارد و هنوز برای دید شما و ادراک ابعادی شما قابل مشاهده نیست و برای همه شمایی که هنوز غم و اندوه از دست دادن را احساس می کنید، اجازه دهید در میان بگذاریم که لموریا هرگز به طور کامل نابود نشده است. همانطور که در بینش فعلی شما این درک می شود، همانطور که پرده بین ابعاد کماکان نازک می شود، می خواهیم به شما اطمینان دهیم که در آینده نه چندان دور برای کسانی که مشغول روند صعود هستند، لموریای محبوب شما در شکوه و جلال جدیدش خود را برای شما آشکار خواهد کرد به صورتی کاملا فیزیکی و ملموس. همانطور که بینش خود را به روی روش آگاهانه تری بر روی زندگی باز می کنید و سیستم های اعتقادی تحریف شده و اشتباهی را که در هزاره های گذشته پذیرفته اید را رها می کنید، دوباره می توانید سرزمین مادری محبوب را درک کنید. در نهایت به شما اجازه داده خواهد شد که با تمام عشق و شکوهی که اون اکنون ارائه می دهد وارد عمل شوید تا مورد استقبال او قرار بگیرید. وقتی آماده شدید از شما دعوت می شود تا آگاهانه در این مکان از بهشت به ما بپیوندید. در زمان انفجار لموریا و آنچه که در این سیاره نشان می داد به فرکانس بعد چهارم منتقل شد که بعداً به فرکانس بعد پنجم تبدیل شد و به رشد و تکامل خود ادامه داد تا به سطحی از کمال و زیبایی که اکنون به آن رسیده است برسد. ساکنان آن کسانی بودند که با غرق شدن لموریا نجات یافتند. اگر این اطلاعات اشک در چشمان شما جاری کرد، قلب خود را باز کنید تا دردهایی را که مدتها در درون شما مدفون بودند التیام بخشید. بگذارید غم شما جاری شود. اجازه دهید اشک‌هایتان شفای هر قسمت از وجودتان را به ارمغان بیاورد. به خودتان اجازه دهید که واقعاً آن را احساس کنید و از طریق نفس آن را در قلب خود بپذیرید. اجازه دهید تمام خاطرات و دردها به طور کامل بدون سرکوب کردن چیزی احساس شود. این گونه است که شفای خود را افزایش خواهید داد.
همانطور که درد را از طریق نفس استنشاق می کنید، آن رد پاها حل می شوند و برای همیشه التیام می یابند. از خود برتر خود بخواهید که به شما کمک کند تا سوابقی را کشف کنید که شما را از حرکت رو به جلو به سوی واقعیت شکوهمند جدیدتان باز می دارند. در مدیتیشن روزانه خود از شما می خواهیم که این کار را با ایمان انجام دهید تا زمانی که احساس کامل شدن کنید. قلب به قلب با ما و با عشق با ما در ارتباط باشید و ارتباط برقرار کنید. برای انجام این مهمترین کار درونی از ما کمک بخواهید و ما در کنار شما خواهیم بود. همه ما در تلوس مشتاقیم که به همه شما که در قلبتان به ما کمک می کنید کمک کنیم. ما تمدنی هستیم که با قلب مادر الهی به گشایش های بزرگ قلب و نفس های ارتعاشی خود دست یافته ایم. به تدریج درد عمیق از بین می رود و احساس سبکی بسیار بیشتری خواهید داشت. پاک کردن این درد نیز به شما کمک می کند تا حافظه تان را باز کنید و هویت واقعی خود را درک کنید. این به شما این امکان را می دهد که جهش های عظیمی را به سوی تکامل و تجدید کامل روحی و عاطفی فیزیکی خود انجام دهید. ما از شما دعوت می کنیم که شب هنگام در حالی که بدن شما خواب است به تلوس بیایید. ما مشاوران معنوی بسیاری داریم که مایل به همکاری با شما هستند. برای هر کسی که می آید 3 مشاور تعیین می شود که از نزدیک با شما کار خواهند کرد. یکی بر شفای بدن عاطفی تمرکز می کند. دیگری بر شفای جسم ذهنی تمرکز می کند و سومی بر شفای بدن اسیری تمرکز می کند. همه با هم در یگانگی با حضور الهی شما آن را انجام می دهند. چنل ما اورلیا لوئیس که مدتی پیش به او اعطا شد، فرصتی برای یک نگاه اجمالی به لموریای جدید داشت. او عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفت و با اطمینان کامل در قلب خود می داند که آنچه ما از طریق او با او در میان می گذاریم وعده نیست که در آینده دور باقی بماند. او با تمام سلول‌های وجودش می‌داند که این تجلی می‌تواند در این دهه برای بسیاری از شما به واقعیت تبدیل شود. این سفر متعلق به شماست که باید وارد آن شوید. آیا دستان ما را می‌گیرید و با ما بر موج عروج سوار می‌شوید و به واقعیتی جدید می‌پردازید؟ به عنوان موجودات زمینی ما یک خانواده بزرگ هستیم. از جایی که ساکن هستیم پیشرفتی مداوم در بیداری بزرگ برای شما را مشاهده می کنیم که در آگاهی انسانها رخ می دهد. زیرا آنها طبیعت الهی خود را به یاد می آورند. عزیزانم، همانقدر که ممکن است هنوز تصویر کامل این پیشرفت شگفت انگیز را نبینید، ما فناوری مشاهده این پیشرفت و ایجاد و نمودارهایی از آن را در رایانه های اسیدامینه خود داریم. ما می توانیم افزایش فرکانس ارتعاشی توسط بشر را روز به روز در هر منطقه از سطح ترسیم کنیم. هر روز ما متوجه می شویم که افراد بیشتری متوجه هدف الهی خود می شوند و انتخاب جدیدی برای پذیرش عشق و آرامش در قلب خود، در زندگی شخصی خود و برای کره زمین انجام می دهند. این واقعیت که تعداد زیادی از شما اکنون برای درک بیشتر معنویت واقعی بیدار شده اید و برای خود انتخاب‌های جدیدی می کنید به ما نشان می دهد که پیروزی نهایی و آزادی معنوی شما تضمین شده است. این فقط یک سوال است که چقدر و چند سال زمینی طول می کشد تا به جرم بحرانی برسد. می توانیم صادقانه به شما بگوییم که حتی سریع تر از آنچه در ابتدا توسط سلسله مراتب معنوی انتظار می رفت اتفاق می افتد. در هر صورت شما دیگر به قرنها یا هزارها برای گذار به دنیای جدیدی که مدتها پیش بینی می کردید نگاه نمی کنید،
بدانید که ظرف این 10 سال تغییرات مثبت زیادی رخ داده است و از آن به بعد شما در چرخه‌ای شتابان شدید تغییرات مثبت زندگی خواهید افتاد. شدت انرژی متوقف نمی شود یا کاهش نمی یابد تا زمانی که به راحتی در شگفتی ها و سعادت به بعد پنجم لانه کنید. زمان اتحاد دو تمدن ما بالاخره بسیار نزدیک است. در تلوس همراه با برادران و خواهران شما در زمین درون که امپراتوری وسیعی از تمدن‌های بسیار است، ما این گسترش آگاهی را با شادی و انتظار تماشا می‌کنیم. ما همیشه با عشق و نور خود از شما حمایت می‌کنیم. ما مانند کودکانی هستیم که تعداد روزهای قبل از کریسمس را می‌شمارند. کریسمس اتحاد ما در عشق و برابری به عنوان یک خانواده بزرگ زمینی است. ما با شگفتی بیداری را که روز به روز اتفاق می افتد تماشا می کنیم و می دانیم که زمان اتحاد مجدد دو تمدن ما پس از قرنها جدایی فیزیکی سرانجام بسیار نزدیک است. هنگامی که زمان ظهور ما در بعد سطحی فرا می رسد، زمان عشق و شادی بزرگی برای بسیاری از ما خواهد بود. به ویژه برای کسانی که آگاهانه از حضور ما در زمین آگاه هستند و آرزوی عمیقی برای سلام کردن با ما را تجربه می کنند. با ما رو در رو صحبت کنید. شگفتی های برخورد بزرگ ما حتی بیشتر از آن چیزی خواهد بود که در این زمان تصور می‌کنید. مطمئن باشید که ما هم به همان اندازه که شما آرزوی حضور در کنار ما را دارید، ما هم به شکل ملموس‌تر در کنار شما هستیم. ما خانواده‌ای هستیم که یک تمایل متقابل داریم. ما همچنین در حال تماشای تعداد زیادی از کارگران نور هستیم که در این زمان برای کمک به این مأموریت شگفت‌انگیز تجسم یافتند و راه را در این بیداری بزرگ رهبری می‌کنند. شما جنگجویان شجاع نور هستید که برای کمک به مسیحیت سیاره با مشکلات زیادی روبرو هستید و ما شما را در قلب خود نگه می‌داریم. با سپاس و عشق عمیق است که به شما درود می فرستیم. زمانی که بیداری معنوی به اوج خود رسید، نه زودتر، به سطح به شکل ملموس‌تری باز خواهیم گشت. به زودی به ما اجازه داده می شود که با تعداد محدودی از افراد سطحی به سطح فرکانسی رسیدند که ما را ببینند و در حضور سطح درخشندگی ما راحت باشند، شروع به صحبت می کنیم. مطمئن باشید که ما لرزش خود را برای دیدار با شما در سطح کنونی چگالی بود سوم کاهش نمی دهیم. با این حال ما به احتمال زیاد در نیمه راه با شما ملاقات خواهیم کرد. برای اینکه هر یک از شما ما را در سطح بالای بود چهارم درک کند، فرکانس و آگاهی خود را قبلا تا آن سطح باید بالا برده باشید. این مبادله اولیه به تدریج راه‌هایی را برای ظهور بزرگتر ما در میان شما باز می کند و به هر دو تمدن به عنوان یک خانواده بزرگ فرزندان مادر ملحق می شویم. ما موجودات عاشق هستیم. ما در مسیر عشق زندگی می کنیم و می خواهیم بدانید که ما به همه شما عشق زیادی داریم. وقتی بیاییم می توانیم روشی از زندگی را به شما بیاموزیم که به شما کمک می کند پایه های یک عصر طلایی دائمی روشنگری، عشق، صلح، زیبایی و سعادت را برای همه ایجاد کنید. ما به شما کمک خواهیم کرد تا این عصر طلایی که مدتها پیش از این انتظار می رفت را بسازید. با دوست داشتن بیشتر یکدیگر و بیشتر شبیه برادران و خواهران یک خانواده بزرگ شدن، بنابراین خود را آماده کنید و در ذهن و قلب خود پذیرای ما باشید و از ما دعوت کنید تا راهنمایان و مربیان شما باشیم. هرگز پشیمان نخواهید شد. در 12,000 سال گذشته که زیر زمین زندگی می کنیم،
بنیادی را بر اساس آگاهی از عشق و برادری واقعی در شهرهای چنبودی و در تلوس ایجاد کرده ایم. در طول این هزاران سال ما ساختارهای جوامع خود را برای دستیابی به سطوح بیشتر و بیشتر از تنین با اصول الهی در هر جنبه از زندگی خود اصلاح کرده ایم. عزیزان، به اندازه کافی شاهد درد و مجاهدت شما بوده ایم. با خوشحالی و توقع بسیار منتظریم تا راه تجلی این واقعیت به ابعاد بالاتر در دنیای خود را به شما نشان دهیم، تا دیگر هرگز در این سیاره رنجی برای بشریت یا هیچ یک از پادشاهی های دیگر که در اینجا در حال تکامل هستند وجود نداشته باشد. انجام این کار با کمک ما 12,000 سال طول نخواهد کشید. ما می دانیم که چگونه. ادغام انرژی های ما از طریق جادوی عشق می تواند این تغییرات شگفت‌انگیز را برای شما به ارمغان بیاورد. اگر مایل باشید که قلب خود را به روی ما باز کنید و اطمینان داشته باشید که ما نه تنها دوستان شما بلکه برادران و خواهران شما در گذشته هستیم. در سطح روح همه ما به خوبی یکدیگر را می شناسیم، زیرا همه ما در قاره بزرگ لموریا خانواده هم بودیم و ما هنوز هم هستیم. ما عشق زیادی را از تلوس برای شما ارسال می کنیم. ما آن را به آسانی تولید می کنیم که به ما امکان آن را می دهد که در ثروت زیادی زندگی کنیم. ما شما را در قلب خود نگه می داریم تا زمانی که همدیگر را ملاقات کنیم. پس به تمرین هنر عشق واقعی ادامه دهید که با دوست داشتن خود شروع می شود. باشد که در دل شما عشق به خود، یک دیگر و برای همه خلقت فراوان باشد. شما جواهرات گرانبها و مظهر عشق خدای پدر، خدای مادر هستید. پایان فصل 3.